شما مبارک باشه. سال 1403 شروع شد، امیدوارم فقط خیر و برکت باشه برای شما، مخصوصا امسال که امتحان شده و مبارک رمضان. امیدوارم ما رو دعا کنید. ما در ویژه برنامه نوروزی کافه بازی هستیم که متمرکز روی جشنواره بازار الکترونیکی شهر من مقر رو محل برگزاریش هم پارک لاله است. شما میتونید تشبیه در ایام نوروز شرفه‌ای هستید، چه به صورت تفریحی بازی‌های این شکلی رو دنبال می‌کنید، برای شما موقعیت هست برای که به تور خوش بگذره. حتما با کافه بازی ویژه برنامه نوروزی و بهترین های FC24 و اتفاقات دیگه باشید. متفرم بهتون خوش میذاره. متشکر از همه شما. هر روز توی نوروز ببینیم اتون. بازی‌های مرحله یک هشتم از چند ثانیه دیگه شروع میشه. با داوود رفیعی که گزارش بازی هم به عهده داره خدمت شما هستیم. بازی اول طبق هماهنگی انجام شده بین رامین یزدخواستی و پرهام همرنگ انجام میشه. بعضی از بچه‌ها از فاصله‌های دوری میان، از جاهای دیگه میان تهران و همین دلیل برنامه‌ریزی با این ترتیب ممکنه که بازی‌ها با هم دیگه یه مقدار طبق جدول نباشه، فرق بکنه، ولی همه چیز با بچه‌ها هماهنگ شده و ان شاءالله عادلانه است. رامین و پرهام رو تشویق کنید، بفرمایید بچه‌ها. ماشاءالله ماشاءالله، بفرمایید. آماده ای؟ آره دیگه، باید آماده باشیم. تیم چیه؟ آرسنال. آرسنال و همه چیز مساویه دیگه طبق رواله. چطور شد که آرسنال رو برداشتی؟ خب گیم پلی بازیکناشو دوست دارم، یه دوتا بازیکن داره که ما هم فامیلیم. واقعا؟ نه قطعا واقعا نه. سیستمتون چیه؟ سیستم شروع بازی خواهم، یا 4-4-2 یا 4-3-2-1، حالا بسته به بازی میچرخونم. ببینم چیکار میکنی. رامین عزیز که سابقه قهرمانی هم زیاد داره. پرهام، بازی که امیدوارم بازی خوبی باشه دیگه. الان دیگه وقت این نیست که بگیم آماده هستیم یا نه، میریم که بازی ببریم. من لیورپول. لیورپول آرسنال در دستان پرهام و رامین، انشالله که بهتره کنن. داوود جان، من فکر میکنم بهترین بازی به نظر من دور اول 16 نفره و یه نفر امشب به سمت یا اسمان یا رشت داره میره دیگه، بعد ببینیم کیه. فینال هم هست تقریبا. تقریبا بله بله بله. دو تا از قهرمانایی که زیاد مقام دارن توی این محله خوردن با هم دیگه، ببینیم چه اتفاقی میفته. بازی ها تک دیگه، استرس خیلی بالاست. ما قبلا تجربیاتی داشتیم که مثلا از سه بازی هر کس دو بازی رو برنده شد بره بالا، ولی الان تک بازیه سخت‌تره دیگه. آره قطعا اینجوری استرسش خیلی بیشتره. خب اونجوری یه مقدار حالا به ایسه کار بهتر بود، ولی خب اینجوری یکم فشار بازی خیلی بی‌نهایت میره بالا. بازی اول رامین پرهام، لیورپول آرسنال، سطح اول پریمیر لیگ. ببینیم که کی میره مرحله بعد. به افتخارشون دست بزنید. بفرمایید باشه. مرحله 16 تا یکی از بهترین بازی‌ها، پرهام همرنگ از رشت با تیم لیورپول و رامین یزدخواستی از اصفهان با تیم آرسنال توپ رو در اختیار دارن با ابراهیم و کناته. برادلی سمت راست ترجیح داده شده به آرنولد، میانه میدان مک‌آلیستر، دفاع وسطشون از اونجا با سدریک سمت راست به دنبال یار. سدریک توپ رو در اختیار داره، نزدیک میشه به محوطه جریمه، داره اونجا خوب کار میکنه و چقدر خوب اومد اندرو رابرتسون. یه لحظه توپ رو قطع کرد اما دوباره آرسنال، داور پرچم زده آوانتاژ میده. گوردون برای لیورپول، توپ رو در اختیار داره، روی خط سرعت بالایی داره، همینطور داره پیش میره. سدریک میاد به استقبالش، حالا اونجا پشت مدافعان محمد صلاح، خود محمد صلاح داره نزدیک میشه و اونجا توپ رو قطع میکنه و یه کورنر به دست میاد برای تیم لیورپول. دکلان رایس اومده اونجا به یکم ریسک بازیشون رو پایین آوردن و این میتونه طبیعی هم باشه توی این شرایط. هیچ کدوم نمیخوان اینجا جام رو ترک کنن.
شیور سمت چپ تیم آرسنال تبعیض منطقه بازی سدریک رو میبینه. خود سدریک میانه میدان، دکلان رایس برای رامینی اسکاسی برای چندمین بار توپ ها رو به سادگی لو میده. گوردون با صلاح توپ رو یه لحظه قطع میکنن، همچنان فضای مناسب، مو صلاح پاس رو میده، خیلی خطرناکه. سدریک با صلیبا، دکلان رایس، گابریل، کیور سمت چپ، مارتینلی سمت راست، خود داروین نونیه. چقدر خوبه این داروین نونیه، چه فضایی اونجا ایجاد کرد. لوئیس دیاز یه پاس میده و نه، گابریل، مارتینلی به دنبال یار، همچنان مارتینلی، چه اتفاقی داره اونجا میفته، چی میزنه؟ اونجایی که باید اختلاف رو به دو گل میرسوند در کمال ناباوری یک یک شد برای یورگن کلوپ. و حالا توپ در اختیار داره لوئیس دیاز، مکالیستر هافبک آرژانتینی تیم لیورپول که جا افتاده در تیم لیورپول و پایان نیمه اول احتمالاً نکاتی رو میگن توسط دوستانشون. آرسنال، هین رو میبینید که نگه داشت روی یک صحنه تیم آرسنال رو در بازی نیمه دوم. از این لحظه کیوربا، گابریل، سدریک سمت راست، توپ رو در اختیار داره، ساکا یه پاس میده اونجا، موقعیت، توپ رو به مارتینلی میرسونن، حالا گابریل، مارتینلی یه پاس خیلی خوب، انکتیا فضای مناسب رو داره، چقدر اونجا خوب کار میکنه. ببینیم در ادامه، لیورپول در 54مین دقیقه بازی چه تغییراتی را ایجاد میکنه. مونیز با دیاز، اونجا یه لحظه مدافعا خوب کار کردن، با اجتیچ، گوردون، صلاح خطرناک شده، کار میکنه، خوب داره کار میکنه، میزنه یا نه؟ دوباره آرسنال، سدریک عقب‌تر، صلیبا، دوباره سدریک رو می‌بینه، پاس میده به ساکا، دکلان رایس، حالا کای هاورتز سمت چپ، کیور برای صلیبا. داره تقریبا لیورپول از بالاتر در این لحظات پرس میکنه. تیم لیورپول یه لحظه آفساید گیری فضایی رو ایجاد کردن اونجا بدون خطا مدافعان تیم لیورپول توپ رو رایه اوت میکنن. رابرتسون، فنداک، تعویض منطقه بازی آرنولد رو میبینه، آرنولد، گراونبرگ، پاس میده به لوئیس دیاز، دیاز این طرف راه میندازه آرنولد رو، خود آرنولد یه دور میزنه به دنبال لوئیس دیاز میگرده و نهایتاً گراونبرگ، حالا اونجا خیلی خوب داره کار میکنه، چه پایی انداخت صلیبا. وایت عقب‌تر، صلیبا از جلو داره پرس میکنه تیم لیورپول و این کار رو یه مقدار سخت کرده. چه اشتباهی. ایزی تمام Come on, come on. Easy,
نزدیک. شاید تمام رامین یعقوبی برگرده در این دقایق. بازی رو شروع میکنه مارتینلی. کیور سمت چپ تیم آرسنال تعویض منطقه بازی وایت رو میبینه. پاس میده باتلر و اونجا یه اوت یا خطا، بله خطا رو اعلام کرده داور گابریل. خودش پیش از سوت پایان خوشحالی خودش رو هم میکنه اونجا و تمام تمام میبره فرام امرنگ. خب اولین گلکشی در مرحله یک هشتم نهایی، داوود خدا قوت خسته نباشی، رامین عزیز و پرهام، دو تا از کسایی که احتمال قهرمانیشون میرفت و خدا قوت. ممنونم رامین، میدونم حال خوبی نداری، یه جمله بهمون بگو. والا اشتباه میکنم دست، متاسفانه مشکل داشت، همه اولی بازی حس میکردم پاس رو به عقب گل در دادم تو عرض داد. آره من فکر همین باید بده اتک آخرم هم یه جا اومدم پایین هستم پاس بدم تو عرض داد که پیش میاد. ممنونم ازت، این قضیه که همیشه پیش میاد. ما مطمئنیم که امسال 403 هم باز تو رو قهرمان میبینیم. به افتخار رامین عزیز خواهش میکنم. آفرین، خیلی سخت بود واقعا، بازی استرسش خیلی بالا بود، ولی به نظرم حالا بچه‌ها دیگه همه پلیرای خوبی هستن، تو اینجور بازی هر کی نترس باشه میبره. من دو دو شد، ریسکی بازی کردم دیگه، گفتم یا برم تمومش کنم همینجا یا اینکه دیگه اصلا بکشه، چون میدونستم رامین تو ضربات پنالتی خیلی خوبه. آره. خیلی خوبه، ولی گفتم پرس کنم که جوابم گرفتم خداشو. به نظرت داوود منطقی بود؟ عاقلانه بود؟ آره بازی روی تک اتفاق میشد دیگه، چون کاملا برابر داشتن بازی میکردن و خیلی شجاعت به خرج داد از بالا پرس کردن، ترس زیادی داشت، میتونست اگه یه دو تا پرسش رو رد میکرد ممکن بود کارو رامین تمام کنه دیگه. آره. ولی خب دیگه اشتباه در دفاع یه چیزیه که نابخشودنیه. متشکرم، به افتخار رامین و پرهام. پرهام در دور بعد و با رامین خداحافظی میکنیم. در اینجام خیلی زود هنگام، بعضیا حدس نمیزدن. متشکرم، دست به افتخارشون. ممنونم بچه، ممنونم. دوستان عزیز، بیننده های کافه بازی، در ادامه جام FC24 یا همون فیفای هنرمنده و ورزشکار هستیم. بازی دوم گروه اول، در واقع بازی اولو که قبلا انجام دادن. دوستان نظر کارشناسی اگه در مورد بازی اولم داریم بدین. سلام و مجدد خدمت شما و بفرمایید شهاب جون. حالا بازی اول که گاوبندی بود دیگه، تابلو بود، نظر نداره که بابا سه هیچ شد. نه دیگه، یوسف از اول اومد گفت من 6-6 میخوام ببازم. حالا ما که میگیم آقا باشه، تلاششو کرد. حالا ببینم تو جلوی یوسف چه. آقا مرتضی قویه ها. آره مرتضی قویه. نه میکن. من که از همون اول گفتم. تو با شایانی. بله شایان. بسیار خوب. و مهراز با جواد. جواد جان شما چون خیلی هم نظرات کارشناسی مهم مندم تو سایت خارج جدا. بله. بفهمید. از نظر فنی بازی چطور بود؟ من تمام امیدم به مهرازه. خودم رو سپردم دستش، ولی میخوایم مردونه بازی کنیم با. آره میخوایم زمین. آره. ولی شنیدم شما خیلی بازی کنید. نه آقا نه خوبه، هر ولی... سال این شایعه رو میارن چیز میکنن، همه توجهات میاد رو من، خودشون میرن کاراشون. پارسال همینجوری بازی کردن، پارسال با دست جمعی بازی کرد. ببینیم چی میشه. آقا تیم چیه؟ قش کردی اون ور دیگه؟ نه من آره والله اگه اینا ببرن حال میده بیشتر، چون تو هرس خوردن تو خیلی قشنگ. نه نکنید، فشار خون دارم. الان چیکار می‌کنید؟ با چه تیمی؟ با لیورپول. لیورپول. منچستر سیتی. همونایی که از قبل گفتم. آره. بریم سراغ بازی به افتخارشون. وارد بازی میشیم. شهاب و شایان در مقابل جواد و سخت بودست مهراز. ببخشید دیگه، قبول داری که برای من سخته؟ چون میدونی که من اسمم چیه؟ اسمم اصلا یه دنیای دیگه است، با تو خیلی خاصه. ماشاءالله لیورپول از سمت چپ شوت اول و دو ضرب جمع میکنه. این دروازه با هم خطای نه منه بوی آقا نکنه الان برق استادیوم قطع میشه. امسال مثل پارسال نکنی ها.
شروع کنی تکنیکیت کنار خط بلند کردن به برات جواد حاجره بدون ادعا اومده سیتی وای کلا آقای خواجوی بله شما گفتی من بلد نیستم به خدا بلد نیستم ای بابا بزن وای شوت این دروازه بانه کیه صورتی هم تنش کن ادرسونه بابا ادرسون بابا باید... این چ... ادرسون باید پوست شیر آقا ما رو حک کردن وای دوباره دست خرابه رو دادن به ما بابا اون برگردونی که تو زدی فقط شما بزنید زیر تو دوباره وای. لیورپول بیدار شد آقا چته من چیکار کنم میخوام ببینم اینه چی بازی همونه همونه برو بشین بله شهاب عباسی هیجان بازی رو به حد اکثرش میرسونه دوباره این که همتیم یه تارمی بود برای روبرتسون محکم میزنه و ادرسون از برزیل واقعا وای چه پاس اشتباهی دوباره بعد بزنه چرا اون سولیو توپ خرید مرده خوری نونیز در دقیقه 18 این بازی کنه پرتغالی الاصل همسایم اشتباه ها یکی پس از دیگری منچستر سیتی دیگه پررو شد آقا تماشاچی ها دارن وقتش تیر دروازه تخصص همه خدایی تو اینا رو خوب میزنی بله بله محمد صلاح از خوزستان شوت دوباره و ادرسون بچه پپکوی عراش بازی کرده دوباره به وسط تیاگو برای صلاح صلاح از بچه های بچه ده بله میره روبرتسون روبرتسون از بچه های خوب گرمسار چقدر ما بازیکن خوب داریم تو کشورهای دیگه و قدرشون نمیدونیم جان سلام سلام عزیزم خوبی؟ بله یوسف کرمی نه منو میشناسی صداتون نمیاد استاد منو میشناسی بله سلام آقای خیابانی قربونت برم باریکلا چرا به من نگفتی بازی داری نظرتون چیه؟ الان در امشب به نظرتون کی میبره تا فردا؟ عبدالله من باهات قهرم چرا به من نگفتی بازی داری؟ بازی بعدی بازی بعدی در خدمتتون هستم کی؟ کی؟ وقت بده تایم بده کی؟ کجا؟ فردا چجوری؟ دوباره به عقب صلاح هر جور که محمد صلاح میدونه بله میزنه زیر تو چه پاسی بود الان بس چیپ بنداز چیپ وای 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 باریکلا شهاب باریکلا باری خدایش آفرین الان اینو ببین جواد خواجوی همون یه دونه بابا بزنید همون کاری که همون اول کردی و استراحت کوتاهی باید بکنیم فکر کنم ندید الان تموم شد بیا سانت فتور نه آدیسون بادیسون چی شد؟ چی کار داره میکنه؟ یه تابلو داره به نفع سیتی میگیره این داور انگلیسی و الاس و بابا بچه ها نیمه عوض میشه باری خدای خوب بود جفتتون اما یه دونه اولش اومدن یه توپ کچیدن زیر شد زیرکه رو خوب زدی باری کلا نونی صلاح و این ول آلوارز آلوارز همون بچه هست که تو بازی نمیکنی آره شروع میشه بازی هالند جواب میخواد از خودشون چوب بگیره حالا که پدرش اهل پامنار هست خودش پاسداران بزرگ شده دیاز بوشه خوب زده بود و در دستان ایمان دروازه بان آفرین ویرجیل فندای چیرجیل فندای چی میگی؟ کورنره تموم شد و رفت گریلیش به عقب دیاز بلند برای کی؟ فیل فودن الان باید سانت کنه تک زد اوه
کار میکنه بابا، میکشیش مرتضی. از این که بازی اولو بردی زتا به من زدی چه حالی چه حسی نه خدایی، باید شما حداقل باید سه سه میشود. نه خدایی شیشه سه داشت شانس آمان یاد داده بودیم به گل رتون. متاسفانه این یک بازی از علی بیرو گل نمیخوره دیدی؟ یه بازی از هر کاریم کل سیوا یه فصل منچستر اینجا اونو داشتیم. امید داشته باشم به نظر بردی؟ من نظرم زدم و بذارم بازی مساوی هم تموم میشه. امیر محمد اول میشه احتمالاً. خب نخورین به اون بهتره براتون. خب لوئیس دیاز برای دی بروینه توپ از دست میده، دوباره دیاز میاد برای گرفتنش، یعنی دریبلش موفق میشه. خیر دست رفت، کاش شوت زده بودی تو که هیچ برنامه ای نداشتی. دوباره نونی است، برو با سرعت برو، این نمیگیرت یه نفری، برو آما شالا بزن تو، بزن تو الان پاس با مثلث، یه پاس اونجوری بده، بیا شوت شوت شوت. داشت مرتضی پورعلی انجی، دارم مربیگری میکنم، نمیبینی منو با خودت ببر تو اون تیمت. ویرجیل فنداک سوسک میشه، فلودن، گیریلیش، مک آلیستر، مرسی. زبون داره بردی، میبینم که تو هم حرف میزنی. خب آقای خواجه به نظرتون چی بوده تا حالا؟ من نظری ندارم، بذار بازی ما بکنم. آفرین هالند، آفرین، برو برو موسی، تون تون بزن زیرش، از اونایی که دوتا میزنی. وای وای وای، میدونستم اینجوری میشه، یعنی مطمئن بودم که برگردون میزنه. برو بریم نونیز، چطور بزن از همونجا بزن، محکم بابا، الان دست میدی، خب زود سانت کن، زود وای 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 وای، آفرین دستشو خون. امتیازات تقسیم شد، دو تا تیم خوب بازی کردن، لیورپول از موقعیتش کمتر استفاده کرد، ولی بهترین گل مسابقات به نام منچستر سیتی برای کلاچا مساوی. ریم 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 ریم، بیاین ماشاءالله، بیاین ماشاءالله. دیدی گفتم آتیش پاره، گفتم بهتون، گفتم که خب خیلی ممنون شهاب جون، دست کم گرفتی و دوباره داره مثل پارسال میشه. این چی؟ 20 موقعیت داشت ما نه، ببین شانسی میبرن آدم چیز میشه حالا دیگه. که نبرد ازت ولی هنوز شانس داری، نه گل میزنن کلن. آقا چه گلی زنی؟ آقا یه پاس گل خوب دادم، یه گل هم زدم دیگه، انگوشتام از این انگوشتام یه بپاس زدی؟ بله باریکلا، سه تا توپ داشتی، من فکرم باریک سه تا. آقا ببخشید بفرمایید، فنی حرف میزنم. خب بفرمایید، سه تا توپ باوردن، دو تاشو زدن، 80 تا رفتیم نشد دیگه. روز 3 دانه 3 دانه گلدی قسم بردلا، یا 100 دانه گلدی، یا داداش مرسی. خب بعد خداحافظی هم بکنیم، این قسمتمون به پایان میرسه، عیدتون مبارک، موضوع خودتون باشید، اگه سفرید خوب رانندگی کنید، اگه مهمونی میرید کمتر فشار بیارید به گوارشتون، منظورم اینه که رو هم رو هم نه، همه زده بودن کنار داشتن بازی میدن، الان دیگه میتونید حالا میتونید دیگه حرکت کنید. بعد به امید دیدار، کافه بازی رو دوباره ببینید در طول نوروز، این گروه و اون گروه، هر سه شب سه شب بس به افتخارشون. من مرسی. خیلی ممنون، لطف کردید با ما همراهی کردید. کافه بازی در طول نوروز ادامه داره، البته قسمت های مختلفی هم داره، برای اینکه کلن متوجه کافه بازی بشین و ببینید که آیا نزدیک هست به چیزی که شما دوست دارید یا نه، حتما صفحه رو دنبال کنید. براتون هم زیرنویس کردن، متشکرم. عید و سال و ماه رمضان خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.